هموطنان عزیز سلام. اکمالات هوایی ایران از پایگاه روسیه در لازقی روسیه به طرف حزب الله آغاز شده است. ایران اعلان کرد، وزیر خارجه ایران، که از اسرائیل فقط یک ماشین نظامی باقی مانده و سخنگوی ارتش اسرائیل وقتی که من امروز سخنانش خواندم مثل بودانوف مشاور زلنسکی گپ میزنه، مشابهتشان زیاد شد. حسین امیر عبداللهیان در تازه ترین اظهارات خود کشتار جنگی را تکرار کرد و در این حال گفت که ساختار سیاسی رژیم اسرائیل و ساختار امنیتی کشور فرو پاشیده و فقط ماشین نظامیش علی مردم غیر نظامی کار میکنن. این منظورش به اصطلاح است که اینا در بحران و انارشیزم غرقه شدن. اما ارتش اسرائیل کار خدا میکنه. مدعی است که روز گذشته به 320 هدف حماس از جمله تونلا، مواضع خونپاره و موشکای ضد تانک حمله کرده. شما در باره اینمی ادعا چی فکر میکنید؟ سه دفعه است که میشنم میگن که 420 و 320 جای ما حمله کردیم، پس او خاک و دود شده دیگه، چیزی نیست. ای این 320 هدف در 2 روز تکرار شده، یک روز از حدود 300 هدف زدن. او که ارتش یک کشور هم میبود دیگه زمینگیر شده، اما نمیگن در کجا کدام هدف حماس زدن. هیچ مدرکی برای اثبات اینمی ادعای خود اینا ارائه نمیتن. ای جزء به سلام و بازی سایکولوژیک جنگ است. فیلمی که حماس منتشر کرد، او فیلم منتشر میکنه، نمایشی از پهپادهای انتحاری را به نمایش گذاشت. این پهپادا بر کاروانای ارتش اسرائیل، به زیر پوش، پیاده نظام و توپخانه و همچنان به تأسیسات نظامی بسیار کشنده و مرگبار هستند. تمو فیلم رهگیریشان توسط ADS جنگنده ها بسیار سخت است، به خاطر از اینکه عناصر حرارتی ناچیز و RCS هستند، یعنی ماف هستند. از نظر فنی طور طراحی شدن که رهگیریشان مشکل است. این چیزی است که در فیلم منتشر شده حماس مطرح شده، نمایش داده شده. اما جاناتان کنریکوس سخنگوی ارتش اسرائیل دیگه چیز میگه، این بیخی دیگه از هوا گاز میکنه. میگه حماس سلاح خود که به زمین بگذاره، خودم تسلیم بکنه، گروگانا را آزاد بکنه، عملیات زمینی در غزه چی میشه؟ لغو میشه. شما تصور بکنید اینمی رقم سخنگویا در دور زلینسکی اوکراین یک دو سه نفر است. بودانوف و پودولیاک و چیزا که ما نامایشان برای شما گرفتیم. اینمی اظهارات اینمی مقام عالی رتبه ارتش اسرائیل شبیه به گپای روزنیکوف است، شبیه به گپای بودانوف است، شبیه به گپای زلوژنی است. تا یک مقام اسرائیلی که حق و ناق میره تر خوش که میسوزانه. این مردم 75 سال جنگ کردن، ملت های زیادی را در اطراف خود شکست دادن، اسرائیلی ها منظورم است. بر از اینا دیگه یعنی یک نوع رنگ زردی است که مثل دست نشانده های امریکایی در اوکراین صحبت میکنم. خب البته روزگارشان مشابه است. از اون هیبت اسرائیل فعلا چیزی نمانده. پرستیوی گزارش کرد که حمله زمینی اسرائیل به غزه روز یک شنبه در 2 جبهه شکست خورد. همیت یک پیش کده بودن خدا. یک لوای اسرائیلی در نزدیکی رفح با کمین گرفتار شد، یعنی
ده تانک از بین رفتن. اونجا در قصد ورود به خان یونس داشتن کمین زده شدن. اما در سوریه ایران موفق شدن، فرودگاه حلب و دمشق زدن، خط پروازش تخریب کردن. طیارات ایران که اکمالات هوایی میکنن، اکمالات جنگی، ایران مانده بودن که در کجا بیشینن. دو فرودگاه زد، اونا مجبور شدن که از پایگاه هوایی حمیمیم که در دست روسیه است استفاده بکنن. هواپیماهای باری رفت اونجا فرود آمد. این پایگاه هوایی حمیمیم که است یک پایگاه هوایی در جنوب شرق لازقیه در سوریه است، او در دست روسیه است بیرن. پایگاه هوایی است. اما پایگاه هوایی دیگه که امریکا مثلا در منطقه یک رنگ ریزرف کرده میره به خاطر آمادگی و جنگ، یکیش پایگاه است در یونان که بعدا من جزئیات شمیتم. اما پایگاه از اینا در التنف و الرقبان در می سوریه مورد اصابت دو فروند پهپاد قرار گرفت که توسط گروه مقاومتی عراق پرداخت شده بود. پایگاه المالکی هم در سوریه هدف موشک قرار گرفت. ای امریکا چقدر پایگاه داره؟ یعنی بخیت اردوی امریکا در درون نیست، کلش بیرون است. فاینانشال تایمز گزارش کرد که اتحادیه اروپا بدون توجه به کشتار 5000 نفر نابودی زیر ساخت های غزه، فقط به دنبال وقفه بشردوستانه در جنگ است. وقفه بشر دوستانه یعنی یک دو ساعت غرض نگیرین تا که بشر دوستانه چیزای اکمالات که میشه باز از او شروع کنین. اینی اتحادیه اروپا. خبرنگار ایبری کانال 13 اسرائیل بر اولین گفت که بر اولین بار از زمان آغاز جنگ آژیرای خطر در خلیج حیفا به صدا درآمده. بسیار دور است از ساحل جنگی. المیادین تلویزیون حزب الله گزارش کرد که حزب الله از 7 اکتبر تا حال 10 تانک مرکاوا و 4 ناو نیروی نظامی اسرائیل منهدم کرده و 40 سرباز کشته. خب البته این مقدمات جنگی است. جنگی که تمام قد و تمام عیار شروع شود هنوز تا گفته مرد چیزای مو شما تا امر ثانی را معطل است. سخنگوی وزارت بهداشت غزه بسیار چیز غم‌انگیز گفت، مگه داستانه یک قتل عام بزرگ از طرف اسرائیل قرار داریم. این را الجزیره گزارش کرد. اگر سوخت تمام شود تمام بیمارستان های غزه شاید یک فاجعه بی سابقه خواهند بود. هزاران بیمار مریض و زخمی با مرگ مواجه سمیه. در صورت تمام شدن کامل سوخت همه چیز متوقف میشه. خب فاجعه را آوردن، همینطور روز از این صبح به او صبح، از این شام به او شام، آدم بسیار دلهوره میگیره که وضعیت مردم در اونجا به چی ترتیب میشه. ارتش اسرائیل میگه که ما بر اولین بار در جنگ در بمبارانا از یک خمپاره هوشمند آیرون استینگ استفاده کردیم. CNN هم گزارش کرد آیرون استینگر دارای یک قابلیت دوگانه است. هدفگیری دقیق انجام میده، در مناطق پر جمعیت هدف میزنه. یعنی به اصطلاح یک سوزن است که در کام میپرتی رفت راست میزنه هدف. اما در این حالی که بسیار مرگبار است، قرار ادعای خودشون که خطر مرگ غیر نظامی ها را کاهش میده. گیش من نفهمیدیم که چه رقم آیرون استینگر است که اینقدر وحشتناک است اما غیر نظامی ها را حفظ میکنه، خیکی رو میکشه. خب نمیفهم اینمی امروز ایگه پس دادن. ناتانیو با رهبر هلند ملاقات کرد. میفهمی چی میگه؟ با رهبر هلند میگه که این جنگی که ما میکنیم جنگ تمدن در مقابل بربریت است.
این رهبر هلند از پیش پرسان نمی کنه که 2000 کودک، 2000 زن و در سرجم 5500 نفر غیر نظامی رو در یه هفته روز که کشته، بربرا کشته یا اهل تمدن. این فیلم هایی که نشان میده تمامی بلند ساختمان های بلند بسیار عظیمه، یک باره میتر میشانین به زمین. این کار بربراز یا از اهالی تمدن؟ ایر پرسانش نمیکنه. مارگروتا دیگه شیشتا پیش رویش وزیر هلند گوش میکنه، او گوش میکنه، باز ناتانیاهو پس ادامه میده، میگه می حماس که است داعش است، و مارگروتا میگه و همونطور که جهان در شکست داعش متحد شد، جهان آل باید علیه حماس هم متحد شد. حماس یک گروه کوچک در غزه، شما تصور بکنید گپ زیره کتمون متحد شدیم شکست بدیم. خب اول بسیار خوب، امی داعش کسی از این مارگوریتا پرسان نمی کنه که می رابطه تو با داعش چی است. داعش خود حتی با یک گل طرف اسرائیل پرتاب نکرد، یا ماست تو مثل از اوز. خب گذشته از اون، روسیه، ایران و مو قاسم سلیمانی داعش نابود کردن دمی عراق و شام. حالا تو نشان بده که کدام جهان متمدن علیه حماس، علیه داعش جنگیده. جنگ زرگری نه، نمایشی، جنگ که او را کاملا متلاشی کرده باشد. یک وقتی که در بند آب موصل میخواستن تخریب بکنن، یک مشارکت، یک همکاری اطلاعاتی بین امریکا و ایران شد. دیگر جنگ از یار شما نشان بده. باز ام اسرائیل کجا جنگ کرده که دماز؟ اسرائیل فقط متخصص کشتن فلسطینی است. آل اینجا یک از داخل بسیار علیه نتانیاهو مخالفت هاست. شاید ایر پیش از جنگ تا ایر برکنار کنن، هیچ کسی ایر تحمل نداره. ایهود المرت هم امروز میگفت که آدم توان مدیریت جنگی نداره پس شود. آریادری رهبر حزب شاس هم گفته که شما نمیتونین وارد غزه شوین، نمیتونین، آماده نیستین. من نمیتونم جزئیات فاش کنم، اما میگم که شما آماده نیستین. به مو خاطر سیاسی ها ارتش اجازه نمیده. خلبته این آریادری رهبر حزب شاس هم است و نماینده مجلس هم است. خب وزیر هم نیست، تجربه نظامی ندارم، با وجود از او یکی از سیاست مدارایی است که به عنوان ناظر کابینه 3 نفری جنگ است. این میگه گزارش های بیاساس زیاد وجود داره که آدم مردم سردرگم میسازن. با تایمز اسرائیل گفت که ارتش آماده ورود است به غزه، اما کسی از سیاست مدارا جرأت تایید نداره. چرا؟ او سویچ در واشنگتن است، اسرائیل کشور وابسته است. تایمز اسرائیل همچنان میگه که مقامات امریکایی توصیه کردن که شما عملیات زمینی در نوار غزه را به تأخیر بیندازین، به خاطر از یک زمان بیشتری کسب شود تا ما هم آمادگی و جنگ بگیریم و هم گروگانان اگر شود آزاد شود، به بانه رساندن کمک ها و چیزا به فلسطینی ها یک نرمش پیدا شود که گروگانا آزاد شود. اگر گروگانا آزاد نشود در انتخابات امریکا، یعنی قبر حزب دموکرات کند نمیشه. از این خاطر و بنان اسرائیل در گروه یک اشاره است که از امریکا برسند. اینال نگرانی امریکا از ورود، حالا یک چیز دیگر کشیدن امریکا، میگه ما از ورود حماس، نزدیک شدن حماس به مرزهای امریکا بسیار با تشویش شدیم. او 4 نفر بیچاره را که از فقط به خاطر زنده ماندن می جنگه، آلور قدر کلیش کلان کرده که میگه که ای به مرزای امریکا خطر داره. باز کدام چیزی، کدام پلان است؟ میگه نگرانی های در مورد احتمال نفوذ
افراد مرتبط با گروه های مثل حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و بیگیر نمان و امریکا مطرح است و مرزها و در مرزها امریکا چی کنه؟ از کجا؟ از آسمان بیاید؟ اینمی ادعا یک ادعای کاملا مزخرف است، اما از یک نگاه مزخرف نیست، به خاطر از اینکه بسیار با هوشیاری گفته میشه، کاربرد داخلی داره. مردم هم میترسن، مردم باز هر قدر که از هزینه ملی اینا بردارن پول به نام مقابله با فلان فلان، مردم میگن والا خوب است که ما رو نگاه بکنن از پول مالیات دهنده. گپ سر از اونور پیش از پیش بانه میسازن، چاپ میکنن والا در صورت اینجا که در صورت که کدام چیزی در اینجا میشه یک مجوز حمله به حزب الله حماس به دست ما باشه. بهانه سازی است برای دخالت مستقیم در خاورمیانه. حتی ممکن است تلاش برای طراحی 11 سپتامبر دیگه باشند، یک گپ جور کنند تا بیان سر کله حماس و حزب الله پایوانان. یا شاید اونا برای بازگشت به افغانستان راههایی می سنجند. این را روسا گفتن، ایرانی هم گفتن که اینا تلاش دارن پس بین در افغانستان بعد از یک سیاست شکست خوردهشان در توافق دوحه کاملا افشا شد. باز دوباره طالبان را در قطار حماس اونا سر زبان ها پرتن. شما فکر میکنید چیزا دور از تصور است؟ دور از تصور نیست. دمو چیزی که دور از تصور باشه در این بازی ها اونمو صورت واقعی به خود میگیره. به ما خاطر میگن که سیاست یک حرفه بسیار کثیف است. یعنی مثلا نظامی های سابق افغانستان که بردن اونجا در امریکا جمع کردن، جنرال سادات هم دیدیم امرای خوشحال بیرق جمهوری بالا کردن. اینمی چیزا کلش به اینمی گپا میتونه رابطه داشته با. این نمایش ها نشان میده که امریکا قصد داره در خاور میانه و در افغانستان باز یک کار دراماتیک بکنه. ما نمیگیم حتمی و به صلاح بگویم که چطور، اما همه اینمی حرکات در چارچوب به صلاح یک برنامه، این بخش از منظومه یک پلان مخفی است. ای بود موارد ای برنامه.